به نام خدا و با عرض سلام و ادب خدمت شما بیننده های محترم تلویزیون طلوع. با برنامه جنگ خطر و چورچورکان زمین های بی خطر و سرای های بی خطر و دکان های بی خطر خوش آمدین. خدا کنه که هفته خوش را سپری کرده باشین. خوشی و سعادت شما آرزوی ما است. هفته شهید است. درود بر روان پاک شهدای راه آزادی، شهدای جهاد و مقاومت مردم افغانستان و وید شهدایی که بدون موجب، بدون محاکمه، بدون کدام گناهی از طرف بعض انسانهایی که رحم ندارن به شهادت رسیدن، درود بر از اونا هم میسپاریم. تشکر میکنیم عزیزا از اینکه با ما هستین. آله از همکارای خود در استودیوی دیگه خواهش میکنیم که و اخبار و چگونگی وضعیت آب و خاک خدمت شما بیننده های عزیز تقدیم بکنن. این شما و این هم همکارای بیکار و بیخلل و بیضرر ما. سلام. Welcome to the Bosnian Vakhbari News in Dari and Abu Khakal Ruska va Yazek. در بخش رویدادهای مهم آب و خاک هفته اعتمایی دروک رزگوود پا تلویزاره. و ما مثل با گزارشات جدید در خدمت شما تل قرار تل داریه. پیش از اینکه وضعیت و چگونگی آب و خاک خدمت شما تقدیم یا خاکباد یا بدرنگانه، توجه کنید به شیره و شربت چند خبر و خکی. سربریدن یک بچه 12 ساله توسط طالبان در ولایت قندار به خاطر که برادرش پلیس بود و بریدن سر یک دختر 7 ساله در ولایت کاپیسا، گرفتاری چند نفر موتورسیکل دوز و دکان دوز و جیب دوز توسط پلیس حوزه 7 کابل و رانده شدن طالبان از مربوطات پل علم مرکز ولایت لوگر توسط مردم. و در اخیر از همکارم خواهش میکنیم که وضعیت چگونگی آب و خاک خدمت شما هرچی که دلش است امورتل کنیه مایتر رفتیه بریه. سلام علیکم. بنده تل با گذشت یک هفته تل باز دل خدمت شما تل قرار تل داریه. قسمی که خود صحنه تل میبینه اینجا تل باز همون سرک تل استیه که یک طرف تل چارایی از و چیز تل استیه لبجر و دیگه طرف تا پروان سه تل میریه که یه مربوط نایه چهار تل میشه و این سرک کسافات تل داریه. من نمیگم که نداریه. این سرک حتما زیر نقشه تل است که اینجا تل قیریزی تل شوه، اینجا تل سمسای پاکر تل شویه. از مردم تل در این منطقه تل بسیار زیاد تل گله تل داریه که ما تل چقدر پاک تل بکنیه. مواد ساختمانی تل میاره در اینجا تل میپرتیه، ما خو مسئولش نیستیه. یک کسی که 5 لک 6 لک 10 لک دلار تل مصرف تل کرده تل منزل تل میپرتیه، باز خاکش تل همه قدر توان تل نداریه که در اینجا تل میپرتیه. همه غیرت تل کجا تل رفتیه که تو خاک تعمیرات تل میپرتیه در یک جای تل که ما خواه یک کمک جوان استون دیگه تو کارمانده شاروالی تل دیده کلش تل موی سفید تل هستیه. کسافات تل در بیل تل بزور تل میورداریه که خشت سمیت های تورا تل ورداریه. گذشته تل از مردم محالی تل که در اینجا تل یک جر تل هستیه که از بین از تل او تل تیر تل میشیه. اگر شما تل یک جر تل دیده تل باشیه در اینجا تل او تل او کسیف تل از اینجا تل تیر تل میشیه که اینجا یک پول تل هستیه. تا جای تل خبر تل شدیم مردم های تل نل تشناب تل بیرون تل کشیدیه. پامپرسا و اشتو که تل در بین از تل انداخته تل میشه. باز بر ما تل شکایت تل هم میکنه که اینجا تل بد بوی تل میتیه. اینمی کار خودت، اینمی بد بوی تل نصیب شما تل باشیه که شما تل اگر بتوری احساس تل در پیش خانه خود تل داریه بچم کابل تو کی گل و گلزار تل میشه. از اینکه با ما تل بودیه جهان تل سپاسیه. چطور تل بودیه؟ شکریه. قابلش تل نیستیه. شاکره. ما تل فامیدیه. جمیله. ما تل رسیدیه. چیزی که نام چیزی که نام از توی تل میگیریه بس تل استیه استعداد قابل قدر تل استیه که نامای تل حفظ تل کردیه. شکریه شکریه. ایمیل آدرس برنامه ماست چاقو ماقو داکو دات. مگه یکی از صدر نشین های مشران جرگه در داخل یک تیاره یک شرکت هوایی خارجی تفنگچی خود همراه خود داخل تیاره بالا کردن فو بگه این همونجه باز گیر آمد از پیش خیلی سلایش کرد. پوست بکس ما داستان جایزدار است. داستان جایزدار ما از این قرار است که از افغانستان چند نفر به خاطر از اینکه تزدیر یا از شناخت یا مولانا شناسی یا شناخت مولانا یا عرس مولانا در
کشور ترکیه برگزار میشد از افغانستان هم چند نفر دعوت کرده بود از یک ولایت البته ولایت چه خودت میفهمی دیگه کدام ولایت از ولایت دعوت شده بود به خاطر از اینکه ولایت شورای ولایتی به خاطر از اینکه سر رفتن از این سفر آدم کشی نشه گفته بیاین پشک مندازیم هر کس که برام ده پشک گفته صحیح نام نوشته شده در کاغذ انداخته شده در بوتل بود و قوطی بود و هر چیز بود اینا گدوات کردن و انداختن تا بالاخره میبرای نامی یکی نام یا دیگه نام دیگه چند نفر که دعوت شد نام چند نفر میبرای یه تو کسا نمایش میبرای که مولانا را خود جایش باره نو خاص را یعنی هر کس و قدر شناخت در ارتباطش نداره که فقیری را هم نمیشناسه او ولی اونجا بوره چی بوده راستی ایران شناخت داری میده والا خوب آدم بود خلاصی ما را خود دیگه ایش دل نگرفتی همی که تیم دخترها تیم فوتبال دخترها افغانستان پاکستان که چهار گول تل زدی بسیار گرفتی صفر بردی 4-0 تل بردی خوبش کردی نوش جهان تل باشی از اینکه با ما تل بودی جهان تل سپاسی بردی دیگه من بگم خوبش کردی به ادبت خیر است فرزه خوشتی چی؟ نه در او هفته ما خود گلون ما پاراش ده بود ما یکش ندیدم ما خود یک کیومتریم تو باید بود تو ندیدیم کلش بود بود؟ ها مگیش باز خوش آمده اینه تو اینه بابا خیال خب. بکلن بخوش دوستان میپردازیم به داشته های برنامه امروزی خود موضوع اول برنامه ما در هفته شهید روز تجلیل از قهرمان ملی کشور احمد شاه مسعود گپا زیاد بود هر کس گپای خود زدن کس دولت ملامت کردن دولت کسای دیگر ملامت کردن ما تو را ملامت کردیم تو مرا ملامت کردی ایر ملامت کردی ایر ملامت سلامت کل گیش گد خورده یکی یکی دیگر ملامت کردن خوب هر صورت چیزی که عیان است چی حاجت به بیان است ما تاکید سر تمام گپای عزیزای خود داریم که در این قسمت صحبتای خود کرده بودن که باید عاملین حمله انتحاری شهید احمد شاه مسعود باید پیدا شود که تا بالا دولت در طول 10 سال نتانست عاملی نظر را پیدا بکنه که در این دسته های خارجی هم هست و البته جاسوس ها اینا زیاد کار میکنه اونم جاسوس ها سینمی هست که وطن ما تا بالا جور نمیشه و جنگ و جدال و بدبختی و برادرکشی در این وطن جریان داره خب ما تاکید سر دیگه مواردش نمی کنیم صرف در قسمت سخنرانی استاد سیاف که سخنان بسیار خوب و بسیار گپای باز را صحبت کردن که تمامگی طرف توجه تمام مردم افغانستان قرار گیره و کلگی ازش پشتیبانی میکنه و پشتیبانی کردن ما هم از حرفای استاد سیاف پشتیبانی میکنیم در هر جهتش که اینا صحبت کردن تمام موارد در گفتن در قسمت انتحار در قسمت انفجار در قسمت مجاهدین و واقعا هم دیگه درد دل مردم گفتن و واقعیت هم که دستای خارجی اینجا بسیار زیاد کار کردن مجاهدین بدنام ساختن مردم افغانستان بدنام ساختن و ارنه تا همین مجاهدین همین مردم افغانستان نباشه دیگه کس این خبیثا را زده نمیتونه و واقعیت هم زده نمیتونه ما شمعی از گفتار استاد سیاف خدمت شما دوستان تقدیم میکنیم باز در خدمت هستیم خدا میگه که این مردم در زمین به فساد جولان دارن اینا با خدا و رسول در جنگ هستن اینطور نگفته که یارا بکشین قرآن میگه که اینا را خوب بکشین خوب معنای خوب کشتن میفهمین که با زجر بکشینش خوب بدار بزنشانه یعنی بانین که یک ما مردم سیلش کنه خوب دست راست و پای چپشه قطع کنین و خوب از روی زمین گمشان کنین ما بریتان میگم از پشتی از امی میکروفون بریتان صدا میکنم 5 نفر از امی جنایتکارای متکرری که انتحاری را بیار ببر بم را بیار ببر
فساد در زمین کو پنج نفرشان در پنج دروازه کابل برای یک هفته اوزان کنه. اگر بعد از او شما انتحاری را در کابل دیدین، بین مرا عوضشان اوزان کنه. برای مخالفین یک صدا میکنم از امیجا، حقشان است که سرشان صدا کنه. برایشان میگم برای تلسوزی بالای خودی از با او بیچاره را میارن که برو، یعنی کلید جنت است، برو طرف جنت. او خبر نیست که در روز قیامت ابدالابد واسکت در جان خود میکنه و خود منفجر ساخته میره. واسکت در جان خود میکنه و خود منفجر ساخته میره. دوستای عزیز، هفته شهدا در جریان است. در روز تجلیل از قهرمان ملی کشور بعضی مسائل های در بین شهر کابل اتفاق افتاد که ما سخت ناراضی هستیم از این کار. خب به هر صورتش وقتی آدم عزاداری میکنه دیگه مردم آزاری نمیکنه. وقتی عزاداری کردیم اون مربوط تنها از یک قشر نمیشه، او قهرمان ملی افغانستان است، او متعلق به فرد افغانستان تعلق داره. این تنها از یک قشر مردم نیست که تنها اونا عزادار باشه و دیگه مردم عزادار نباشه. مردم آزاری کدی، موتر سکل مردم بزن، کدی موتر بزن، صاحب او را آزار بده، او را آزار بده. یار باور کامگان صاحب، یه میگه پیس باز بعضی گپا کدی یک گپ دیگه سر میخره. این رقم عزاداری نیست. یا بعضی کسا هستن که ایره ما میفهم، خود تا میفهم و کلانای کلگ قوم میفهم، از هر قوم میفهم که یاد ترنگسش خوش است. یا بدنام کردن. خب میگم یکی لنگ یک طرف گرفته، یکی تفنگچه را از اینجا خود بگیره. می چی مونا مت باور بکنید، ما در این متسای اوزه 4 در این منطقه ما دیدم در جای موتر را که سیاسر پر بوده، یک دریور موتروان بوده، اینمی موترات نفراش لطش کردن زدن آن سیاسر از موتر برامند. ما از دور بودیم تا رسیدیم یک نفرش هم پولیس گرفته بود، سر پولیس هم پتاکه که دور هم ملا کردن رفتن. تا رسیدیم یا رفتن به چون مردم هم آزار میتن. هرچی زودتر بخواید چیش افشا شود. رئیس به تحقیقات جنایی ولایت کابل و در مصاحبه خود گفت که ما عاملین از این موضوع را گرفتار میکنیم، باید هم گرفتار شوی، مردم به جزای اعمالش برسه. به خاطر از اینکه او مربوط از اون نیست، بازم اگه مربوطت باشه این گونه بدنام نمیسازیم. مردم رفتی شهید است، شهید از مسجد مسعود است، قهرمان ملی افغانستان است. تو حقی از این را نداری که مردم را بدنام بسازی. تو دستوری از کدام جای آمدی این کارا را میکنی که بدنام شه؟ خب به هر صورتش دوستای عزیز، سر از این موضوع زیاد پافشاری نمیکنیم، به خاطر از اینکه عاملینش باید گرفتار شوه، هر چی زودتر باز در پنجه قانون سپرده شوه. خب دوستای عزیز، گزارشی داریم از شهر کابل. مش ملامت کی است؟ سلامت کی است؟ دیگه چیست؟ حجامت. حجامت کی است؟ دوستا شما میدانین که در شهر کابل چی میگذره؟ از کجا شروع کنیم که نگذره و نابسامانی و بدبختی نداشته باشه؟ ما گاهی صاحب شهردار ملامت میکنیم، گاهی صاحب ترافیک ملامت میکنیم، گاهی پلیس ملامت میکنیم، گاهی مردم را ملامت میکنیم، گاهی صاحب خارجی ها را ملامت میکنیم. یک دفعه صاحب سر به گریبان خودم بندازیم، ببینیم که خود ما در این شهر چی میکنیم و دیگه کسا چی میکنه. ما یک گزارش مکمل از شهر تهیه کردیم که خدمت شما دوستا تبصره نمیکنیم سرش؟ نه، تبصره داریم هم گفت. گزارش ما به اساس عزیز که مردم در می دو ماه سه ماه میشه در داخل شهر بسیار با مشکلات مواجه هستند. بله بله. ازدحام ترافیک فوق العاده زیاد شده. بله. در ساعات کودسنگی، کارت نو، اکثر جای دلایلش ما خواستیم که پرسان کنیم که دلایلش چیست. بله. شهر نو در این نقاط سرکات دو ماه میشه همگام صاحب کنده شده. دو ماه نیست، چهار ماه میشه. در کارت نو برات میگم، سرک کارت نو دو ماه میشه کنده شده. در دو ماه تو باور کو صرف نمی کندن، به یک روز کندن دیگه ایلوش کردن تا بال پشتش نگشتن. سرک حاجی یعقوب تا چاره‌ای تا قبر گوراره تو سنم تا چیره، این چهار ماه کنده شده. چند سرک در این زمان اون سرک بود طرف شیست نیست. شاروال صاحب میگه که سرک بسیار وقت میخواه، سرک جور شد. ما قبول میکنیم سرک وقت میخواه، مردم هم قبول میکنه، ولی کار باشه که وقت بخواه. ببینیم گزارش دوستای عزیز
که همکار ما با مدیر سیب ترافیک کابل تمام جاده ها را گشتن، دیدن، تصویر برداری کردن که خدمت شما دوستان تقدیم میکنیم. باز در خدمت هستیم. اینجا پل هوایی کوتی سنگی است. این موقعیت چارایی کوتی سنگی. شما خوب تصاویر ببینین، در یک دقیقه یک موتر از پل، از سر پل هوایی گذر نمیکنه، ولی از پایین، این از زیر پل ازدحام فوق العاده زیاد است، بی‌نظمی فوق العاده زیاد است، در حالی که هر سرکی که از چارایی دیبوری یا از کمپانی آمده تقریبا از 20 متر زیادتر است. قسمت زیر پل سرک تقریبا 2.5 یا 3 متر است که تمامش جزیره جور کردن و ازدحام فوق العاده دست فروش ها در اونجا است که ما هفته های گذشته هم گزارش داشتیم در ارتباط، ولی هیچ نهاد نه ترافیک کابل و نه شهرداری کابل در قسمت رفع مشکل مردم کدام توجهی نکردند. ما باز هم این بار مدیر عمومی ترافیک شهر کابل با خود آوردیم تا دلایل ازدحام ترافیک در نقاط مختلف شهر بدانیم که دلایل چی است. ما برای بار اول آمدیم چارایی کوتسنگی یا قسمت پل هوایی کوتسنگی. حال ما سفر داریم در دیگر نقاط شهر کابل از جمله کارتیناو، چارایی صدارت و دیگر نقاط شهر کابل که ببینیم علت ازدحام ترافیک در اون نقاط چی است که توجه شما را به این گزارش خود معطوف می‌داریم. خدمت شما باید عرض برسانم که ما هم همین مشکل خود پل و همچنان همی زیر پل همی جزایر که ساخته شده دی رابطه یه سلسله مشکلاتی وجود داره، چون وسایط وقتی که از استقامت دوره پهمان نه بیاک فاصله بسیار طولانی را تیم میکنه، دور میخوره، باز میره، مسیر خود برابر میکنه، به استقامت دیبوری میشه و همچنان از استقامت دیبوریم که اکثرا وسایط میه به استقامت خود کمپانی و یا به استقامت پغمان و استقامت این مسیر ها میشه، این هم به یک فاصله، چون دو جمعند ده قطار موتر، اینجا میان چهار قطار. علت چون جاده خرد شده در اینجا در زیر پل، همین خود جاده خرد شده، جزیره هست و ما پیشنهاد و نظر خودم رای جناب علومی صاحب شریک ساختیم، گفتن که ما به نایب وظیفه میتیم تا این جزایر را نظر بهم و مشوره اداره ترافیک و منصوبین ترافیک همی را تنظیم بسازه. ما امیدوار هستیم داینده چون این کار صورت بگیره. اینجا سرک لب جر خیرخانه است. اینه از لب جر خیرخانه الی سرای شمالی. مردم شاهد است که ما چندین بار برنامه در قسمت این سرک تهیه کردیم، نشان دادیم و شخص شهردار کابل چندین بار امرای ما وعده کردند که امرای مردم وعده کردند که این سرک ما از بودجه خود شهرداری کابل این را اعمار میکنیم و ساختمان میکنیم. این سرک قسمی که گذشته ها شما در جریان هستن برای یکی از شرکت های ترکی داده شده و تقریبا شاید اینا از حدود 10 سال میشه که سرک به این شکل باقی مانده. نمیدانیم شرکت سرنوشتش به کجا شد و این پولی که به حساب این سرک بودجه که برآمده بود، این بودجه از این کجا شد؟ چرا شهردار کابل در ارتباط امی سرک یک تصمیم قاطع نمیگیره؟ اگر دوسیه هایش در محاکم است بالاخره باید پیشنهاد کنه به ریاست دولت، به محاکم کشور پیشنهاد کنه که هر چیز زودتر دوسیه های این شرکت به ارتباط ساختمان سرک باید فیصله کنن و از سرنوشت سرک باید معلوم شود که مردم از مشکلات خلاص شوند. ما آمدیم به نقطه دیگه شهر کابل که سرک چارایی صدارت یعنی منطقه شهر نو کابل است که در سایه شهر نو اکثر سرک ها از طرف شهرداری کابل این مدت یک ماه میشه اینا کندنکاری شده، تا هنوز هیچ کاری صورت نگرفته و هیچ سرک در اینجا ساختمان نشده که مشکلات فوق العاده را باز هم یادآور میشیم که برای مردم ایجاد کرده، همچنان ازدحام فوق العاده ترافیک. یک چیز واضحه است که ما شما تمام نقاط شهر را دیدیم و از او جمله نقاطی که تحت کادر است یا تحت بازسازی است، دو استقامت ها نهایت ما ازدحام زیاد داشتیم که داریم و این همه روزه هست
مطابق با ماده 37 و 39 و 40 قانون ترافیکی جاده حکم میکنه تمام ادارات و مؤسساتی که در امار پل ها، پلچک ها، جاده ها نظر کتبی و نظر اداره ترافیک باید گرفته شود. این به کدام ماند؟ این ماند که حال فعلا تقریبا دو ماه میشه کمی جاده تحت بازسازی اضافه تر از دو ماه هست. ما اگر در پای از این قرارداد امرو از این سعیم می بودیم می گفتیم که ایره با چقدر ما در زمان خود ساخته می تانیم برای 15 روز، برای 20 روز، برای 1 ماه و یک قسمت جاده را خودت بساز، قسمت دیگه شه برای عبور مرور وسایط باید دوره عبور مرور داشته باشند که میبینی که تماما جاده را اوفر کردن و این معلوم نیست که به چقدر وقت ساخته میشه. در صورتی که دو وقتش قید میشد اگر با وقت و زمانش او فعالیت خود یا مکار خود تکمیل نمیکرد ما به اداره سالانوالی معرفی میکردیم. قانونا باید معرفی شود. وقتی که یک انجو، یک شرکت، یک مؤسسه قرارداد کننده با وقت و زمانش کار خود تکمیل نمیکنه، اضافه تر از دو ما شما ببینید که همه خود استقامت چاری آج یعقوب تا استقامت های قبر گورا چقدر اضافه تر از 3 ماه شد. همه خود استقامت شیرپور و چارایی صدارت اضافه تر از 2 ماه شد و همین مسیرهای تا خود استقامت های آج یعقوب و همچنان سرای مسجد ایراتیا و تا کوچه گلفروشی تا مسجد انزله و لوی سارنوالی اضافه تر از 4-5 ماه ادامه پیدا کرد. همین جاده که فعلا ما در این جاده هستیم اضافه تر از 2 ماه و همچنان جاده که از استقامت خود لوژ یا استقامت مسجد ایدگاه به استقامت چارای زگنال ساخته شده اضافه تر از 4 ماه میشه که اوفر شده و دی رابطه بسیار کاربتی صورت میگیره. هیچ با وقت و زمانش باید از یاد به مو قرارداد باید قید شوه که در ظرف چقدر وقت و ساخت نمیتونی در صورتی که میادش تکمیل شوه و او میاد معینه کار خودت و پای اکمال نرسونه باید قانونا باید به ارگان عدلی و قضایی معرفی شوند. دوستای عزیز در ساحه نای 13 به هزاران جلیب زمین دولتی غصب شده، چور شده، شهرک جور شده، بعضی مسائل های دیگه هم هست که در اونجا ما از شورای امنیت هم خبر داره که این مسئله از شورای امنیت مشناسشانه عاملین قضیه را مشناسه، لیست شه برای ما داده. تو باش که نیشه پت کنیم که نفر باز نگوید همیست نیم؟ خلیست هست این است لیست مکمل اعضایی که زمین چور کردن و غصب کردن. کمترینش صد جیری بازار نفر باشه میره پوت کنم. یا هم دیگه مکتوبی که از لوی سارنوالی از شورای امنیت به لوی سارنوالی داده شده و لوی سارنوالی به حوزه مربوطه داده، به حوزه مربوطه یا نایه مربوطه داده یا را گرفتار کنن، یا را عبر جلب شونه دادن، نه گرفتار شو. یعنی رقم نظر ده اینی فیصله، یعنی ها متهم به این غصب زمین های دولتی هستن که فروختن با نام و ولد و قیمت هایش حتی. بله اوزه را گفته که دستگیر بکنین، یا را حتی آدرس های شونه داده داده کلش داده. مگم نمیفهم که هست اینم چند یک دو سال هم تیر میشه اجراعات نشده بخیالیم شاید هم بگیریش. این فوق العاده حتی نایه مربوط همین نایه 13 خودش در خانه کرایی است ولی به صدا جریب زمین دولت در اونجا چور میشه. گپ هموز یک مسئله دیگر هم دوستا بگویم در لیستی که نامای از این غاصبین در اینجا هست از او تعداد آدمایی نیست که مثلا شهرکشان قانونی در اونجا قانونا گرفته است، شهرک از اونا نیست. همین کسایی که غاصب هستن نام کسایی را گرفتن نه که ولی دولت خبر داره، شورای امنیت خبر داره، لوئیس آرنولی خبر داره، رئیس جمهور هم خبر نداره. خبر خب از شورای امنیت تو خبر نداره؟ خب نداره شورای امنیت دیگه، کلی گاوا خب بر رئیس جمهور نمیزنه، زمین قصهش نمیکنه، قصه زمین کلی خبر داره. مکتوب بازی است دیگه که بره یا بدر یه نهی خود چور کده اینی زمینه گرفته، برو ما مکتوب روان کنیم گرفتارش میکنه. گرفتار کرد جرنگ مغز قانون نزباره بچه که قاید خفا میشه کار شده رویش خیلی بود. آه از طریقای مختلف خیر باشه، او رو هم بخیر به زودترین فرصت کارایش تنظیم میکنیم که صاحب یک چیزی شده. خب برصورت دوستا تصاویر داریم از نایه 13 خدمت شما دوستا تقدیم میکنیم، باز خدمت هستیم.
اینجا نایه 13 شهرداری کابل است. قسمی که شما در جریان هستین و ارگانهای عدلی و قضایی کشور در جریان است، به هزاران جریب زمین در ساحات نایه 13 شهرداری کابل و همچنان قسمتهای از نایه 6 شهرداری کابل از طرف غاصبین زمین غصب شده و گرفته شده. و همچنان یک تعداد بلند منزلهای خودسر در این ساحات ساختمان میشه که حتی ناحیه مربوط چی که حوزه مربوط امنیتی پلیس هم توانایی قدرت ازیرا نداره که اونا را ممانعت کنه و جلوی ساختمان اونا را بگیره. و از طرف دیگر شهرکای خودسر که بدون از اینکه اسناد قانونی از وزارت شهرسازی و یا شهرداری کابل داشته باشن که به صدها جریب زمین دولتی را غصب کردن، خودسرانه شهرک جور کردن و میلیون ها دلار به جیب یک شخص یا دو شخص میفته که این سرمایه ملت، سرمایه مردم افغانستان صرف عیش و نوش فقط یک نفر یا دو نفر میکنن. که ما در این رابطه رئیس نایه 13 شهرداری کابل با خود داریم، ببینیم که اونا به سوالات که ما داریم چی پاسخ میدن. در قسمت غصب زمین های دولتی که شما معلومات خواستین، مکتوبی را ما در اختیار داریم که در سال 1389 برای ما از سرانوالی محترم کابل مواصلت برزید، البته از داری لوی سرانوالی، و او مکتوب به تحصیح از مکتوبی است که از شورای امنیت در لوی سرانوالی مواصلت برزید. در این مکتوب اسمای غاصبین زمین که در ساحه نایه 13 کیها هستند و چه مقدار زمین غصب کردند در او مکتوب کاملا درج شده و مساحت زمینی که اونا غصب کرده به فروش رسانده در مکتوب تذکر رفته و حتی ساحه‌ای که اونا زندگی میکنن در حال حاضر او هم در او تذکر رفته. زمین‌های دولتی پیش ناحیه سبت روشن نیست و ما در این مکاتب متعدد از رسالی محترم کادستر در این رابطه مطالب معلومات شدیم که لطفاً شما زمین‌های دولتی رو برای ما ونمود بسازید که کنون خود است در حراست از اون با کمک حوزات محترم امنیتی اقدام صورت بگیره. ولی متاسفانه اونا فرمان شماره 83 ریاست محترم جمهوری او وقت را برای ما دلیل پیشکش کردن که بر اساس او فرمان اونا نمیتونن برای ما معلومات ارائه بکنن. گرفتاری نبی روشن اوی ببخشید 241 آنتن آیسا از یک سرای آنتن های بسیار قیم ما این را آوردیم که دوزه بید او دوزی نکده از او را دوزی کده کسی دیگه خود از یا بر از آن داده خواهدما نه قرار دادی هاش داده کانتینر های بر سوش دوزی میکنن غرب میشه میره این اونمو اموالی است که در از رای پاکستان نه باز میزنن کانتینر هایش و سای در میتن مالش در دیگه موتر میبرن باز نفر میگه موترم هم در گرفت و سامان هایت هم مرا پیسره در یک جا همگام سر در جا قصه کدن گفتن راست از دروغ از مزیاد نمیفهم سو پلیس مرا نگیره گفتن کانتینر سرغوچ 10000 دلار میفروشن که در بین سالی برآمد اگه یاد باش که من دیوال خریده بود نه 10000 دلار وقتی که واسه میبینه کلش ظرف یک بار مصرف ولی تو آنتن برای اون رو چی کنی؟ خالی آنتن 241 آنتن آیساف همو آنتنایی که در سرای موتر رو در بردیما و اینی هایشون نصب هستن به خاطر از اینکه اونا خوب دستگاه مشهد چی داره؟ او آنتن هایست که همه ماین و ریموت تو چیزا کار نمیکنه خوب دستگاهش مهد دستگاه که دستگاه نصب میشه او در چیز نمیکنه دستگاهش هم هست کدش کدش هست؟ تو بیه فقط تو پدر است شستگی یا از طرف قماندانی امنی ولایت کابل و حوزه 16 پلیس ریاست تحقیقات جنایی پلیس کابل و استخبارات کابل استخبارات پلیس استخبارات پلیس گرفتار شده که در یک سرای در ساحه نایه 16 بوده در سرای گور کده بوده نیزه گرفته که ما تصاویرش تهیه کردیم دوستا خدمت شما دوستا تقدیم میکنیم باز در خدمت هستیم به ارتباط یک تعداد آنتنای خارجی که با وسایط ماربوی و وسایط زره خارجی ها قوای دوستی جا نصب میشن البته پلیس زونی 101 آسمایی کابل با همکاری و البته دستاورد بسیار قوی آمریت حوزه 16 ما با ارگانهای کشفی استخبارات ما که در این مورد قبلا هم این موضوع تحت پوشش از وا بوده و البته امروز اینا تانستن که همی پلانی که در این مورد داشتن موفق بدارن دوستای عزیز شما خبر دارین که در طول
چند وقتی که راکتای از طرف پاکستان طوفان میاد در ولایت کنر و نورستان، دیگه مردم به تنگ آمده، ولی ولایت کنر به تنگ آمده، مردم خیزش‌های مردم شروع شده بر علیه طالبان، کلگی مردم خیسته که ما حقوق خود از منطقه خود دفاع میکنیم، حکومت خود نتونیست، ایصاف نتونیست، بدر ناتو هم ناکام ماند. حالا کجا آمدن خیلی خوب بکیدن برن دیگه بیدن چی کنی میارن؟ میرن برن گمش کن رنگ بدتان گم کنین یک سر آدم یاد چی گرفته نمیتونه نامدین ما بیدن ناتو سی بتو میکنیم بتو میکنیم بری گمشی ام زنکی خاک دسترتان بلا در رنگ تو والا بام که مردم بیدار دم 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 چی خود باشه اما گپی استاد سیاف که غیر از اینکه مجاهدین همین مردم یارا نزنه دیگه که زده نمیتونه تو ولن ناتو که چند ناتوی دیگه هم بیز زده نمیتونیشه چند وقت پیش شکر یادت باشه جنرال صاحب دوستم هم گفت خدا رزی ما را ایلا کنه اما تا عتک هم میدونیم گفت والا گفتی را پیش ما خودم هم شنیدم خلاص حال ام بانین همین مردم ها بانین که همین مردم کلگی زندگی خود به خاطر حفظ اینمی وطن قربانی دادن معلول شدن معیوب شدن خانه خود از دست دادن بان که همین مردم دم دم مقابل از همین پاکستانی های خبیس قدلن بکنه بزنن مردم ها چنانچه که ولی کنر هم گفت که ما باد از این دیگه اگر دولت توجه نکنه ایصاف و ناتو یا توجه نکنه ما جهاد اعلان میکنیم جهاد اعلان کنیم علیه نمی خبیسا که مردم بخیزه در جهاد بره بیدر یک این خوب در جمع امپراتوری چی نمه در جمع شیاطین مه که شیاطین این دفعه از بین ببره امپراتوری شیاطین از بین ببره امپراتوری های دیگر خود بزانو در آوردن مجاهدین افغانستان مردم افغانستان که او را استاد سیاف چی کردن ما تصاویری داریم دوستا خدمت شما عزیزان تقدیم میکنیم باز در خدمت شما خواهد بودیم نه در انگریزان و سه جول دیسه و خالی ما تا چل جول ده او پا موازو میده اولی غوله یا ده مواز ما تایی چنیدی ولی که اوی باسم استاسو مخیو تا بور رول گومنو دید با تا بیق لخفارش ما دور دلگه و نیدینو من گذا خبر او زمان در تک اپور خواه ده اوادی وری پاکستانی فکولا و غاگونداز من خبری واوری که دان نه در افغان نه چوک اغسطل ایشی امنیت ختمول ایشی کو دا غمر مې کوم په دار اولی چې دا فکر دی چې دا بر کونړ نه زمنګ دا کونړ نه وځي والله خو یو کونړ هم تیر اوځي یو کونړ زیات دی کو کاندې چې ماشوم پیدا شي په هغه کې چې پروت کنه هم دې خپل خاور نه دی پاش کول په دې شړ مټ کو دا دا ټک کې ته د افغانستان بیرغ ونتر راشي مال به بل نوم کې دا ور تجاوز خو فوق العاده مستقیم است و اینا میبینی په قناه سفید کې میبینین خو نه میاکاسی میکنه اون هر چیز میبینه مگر اینا بنابر بعض ملحوظات سیاسی و روابطی که با پاکستان بسیار دیری ندارن انوز با آشنایی و ما چندان عقیده کردن یا نکردن با اونا بسیار سوابق دیری نداره که ما کسایی که پیمانه را امضا کرده قوی ترینش امریکا و انگلستان است و از ما که بیشتر با اونا اشی دارن و نمیخواین با خاطر افغانستان اونا روابط خود خراب کنن وزیرجان میده و کورکس پارلمان پیش کابینه پس طالب جان میده و کورکس دستا بالاش سرا اینجا برخط فرمان توست پارلمان پیش کابینه پس قومندان میده و کورکس پارلمان پیش کابینه پس وزیرجان
میده بکور است پارلمان پیش کابینه پس وزیر جان میده بکور است جان میده بکورکس پارلمان پیش کافی نپس قماندان میده بکورکس کارشناس کیلوی یک لگ هنرمند با جمپر و پتلون بخر بخر زیاد بخر کار میاید به انتخابات بوش کنه شگم دوباره از بالا جیبت قانون دستا بالاست سرا اینجا برخط فرمان توست پارلمان پیش کابینه پس وزیر جان میده بکورست پارلمان پیش کابینه پس طالب جان میده بکورست زنده باشین سلامت باشین بسیار زیاد تشکر سلطان بزرگ که ما را موقع دادین که ما صاحب یعنی هنر خود را برای شما صاحب معلوم کردیم بسیار عالی بود بسیار عالی بود سپهسالار بله صاحب برای خزانه‌دار بگویید مسئول دارایی بله مسئول دارایی کشور را برایش امر کنید که برای این سازنده ها چون اینا به خاطر همی پول میآیند در اینجا اگر نی سلطان را نمیشناسد هیچ کسی را نمیشناسد با اوشان حرف زدم خب اوشان فرمودن که بودجه نیست به خاطر سازنده ها بسیار اکاونت میگویند اینا نمیدانم کلمه انگلیسی سلطان من چرا کلمه انگلیسی در زبان ناب ما استعمال می شود باید استعمال نشود زبان جناب انگلیسی بله به خاطر ازی که خودتان آزادی را اعلان فرمودین بله به مو خاطر اونا از زبان انگریز و شمریز و سرور من استفاده میکنه تا پسرها با والدین خود دادی مام میگویند بد میکنند جگ میزنند من آزادی بیان دادم نگفتم فساد شود نگفتم مامی دادی بگویند مامی چی است دادی چی است بگویید برای من عالی جناب من دادی پدر را میگوید و مامی مادر را میگوید این چی بد میکند این؟ درست میفرماید درست میفرماید؟ بله قربان پس از این پس هیچ کس حق ندارد پدر را ممی بگوید و مادر را دادی بسیار زیاد تشکر خدا کنه که موحق موسیب در مو اکاونت بریزه که باز گفته نمیشه کدام گپشت نشه سر ما که ما بگویم که بیدر ما یه نزی کار پیسره گرفتیم که ما رو بندی نکنم نه نمیشی برو تا اوز من بسیار راه جور میشه بروید اینا رو ببرید رفتیم سیب با مان خدا سیب بیایید سیب استاد شویم بر رسم تعظیم سلطان بزرگ از بخو دیدی دیگه که آه قایم بگی استاد قایم بگی شیشه نورده بگی خیر نه ورده که من این رقم هستم اگه او رو میورد من گرم مفتیدم ما سعیست ما میفهم به احترام سلطان بزرگ عرض تعظیم می نماییم
برویت 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 برخیز 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 برویت بریم دیگه بریم استاد پیشو پیشو بزن ببریم استاد استاد یک آدم خوبه گیر نامده لنگ لنگ لاش دمی گردن امام افته استاد آیستا 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 استاد استاد تو را میدی یا تکواندو میکنی استاد تا برنامه آینده ای که باز در خدمت شما عزیزا قرار میگیریم تک تک شما عزیزا را به خداوند یکتا میسپارم شاد خرم سرحال باشین خدا یار و یاور شما باشه.